خب بچه ها، جلسات قبل اگر خاطرتون باشه در رابطه با چگونگی نقل و انتقال مواد تو ارز غشا صحبت کردیم، در رابطه با انتشار ساده و اسموز. در رابطه با انتشار ساده گفتیم وقتی یه ماده از جای زیاد به جای کم میاد بدون اینکه نیاز به پروتئین داشته باشه، بدون اینکه انرژی مصرف بکنه، جابجا میشه. در رابطه با اسموز هم صحبت کردیم، گفتیم که اگر آب از یه جای رقیق به جای غلیظ حرکت بکنه به این فرآیند میگیم اسموز. تو جفتشون اون چیزی که خیلی اهمیت داره نفوذپذیری انتخابی نسبیه که غشا داره، یعنی اجازه عبور و مرور به یه مواد خاصی رو میده. پس اختصاصی بودن خیلی اهمیت داره برای ما. اما امروز میخواییم در رابطه با فرایندهای دیگه ای که مربوط به انتقال مواد هست صحبت کنیم. یکیش انتشار تسهیل شده است، یه دونش انتقال فعاله. در رابطه با انتشار تسهیل شده اون چیزی که برای ما اهمیت داره وجود پروتئینه، ولی باز مثل انتشار ساده نیازی به مصرف انرژی نداره، ولی برخلاف اون نیاز به پروتئین داره. نگاه کنید انتشار تسهیل شده رو. گفتیم انتشار تسهیل شده، در این روش پروتئین های غشا انتشار مواد رو تسهیل میکنن و مواد رو در جهت شیب غلظت اونا از غشا عبور میدن. خروج گلوکوز و اغلب آمینو اسیدها از یاخته های روده به مایع بین یاخته‌ای با انتشار تسهیل شده انجام میشه. بچه‌ها شکل دقت کنید. این شکل کتاب درسی خیلی اهمیت داره. می‌خوایم اون مطلبی که تو کتاب گفته عیناً بهش برسیم. دقت کنید لطفاً. الان یه قسمتی از سلولمون که بیرونش هست یا بهش گفتیم خارج یاخته، تراکم ماده زیاده. اما فضای داخل سلولمون که ازش تحت عنوان سیتوزول یاد می‌کنیم هیچ ماده‌ای رو نمی‌بینیم. تو ارز غشا لابلای فسفولیپیدها پروتئین رو داریم. اگه ماده من بر اساس اون شیب غلظتی که هست، یعنی جایی که زیاد هست، از لابلای این پروتئین‌ها حرکت کنه بیاد به جای کم، میگیم انتشار تسهیل شده اتفاق افتاده. ولی شکل خیلی مهمیه چون داره نکات زیادی رو به ما یاد میده. یک، اینکه شیب غلظت وجود داره. دو، اینکه پروتئین وجود داره. سه، اینکه این پروتئین من وقتی ماده من بهش چسبیده دچار تغییر شکل شده. بعد این تغییر شکل خودش رو کجا ادامه داده؟ وقتی ماده من وارد سلول شده، یعنی از فضایی که مقدارش خیلی زیاد بوده به جایی که مقدارش کم بوده، دوباره دچار چی شده؟ تغییر شکل شده و طبیعتاً باز برمیگرده به حالت اولیه خودش. دقت کنید لطفاً اسلاید بعدی رو ببینید. گفتیم به نظر میرسه که شکل پروتئین‌های کانالی در انتشار تسهیل شده مانند انتقال دهنده گلوکوز تغییر کرده به گونه ای که باعث جابجایی ماده اتصال یافته از ارز غشا میشه. این تغییرات ساختاری میتونه در اثر اتصال و آزاد شدن مولکولای انتقالی رخ بده. پروتئین های کانالی دخیل در انتشار تسهیل شده همانند کانال های یونی منجر به حرکت خالص یک ماده در جهت شیب غلظت اون میشه، بنابراین به هیچ انرژی نیاز نداره و انتقالش از نوع غیر فعاله. بچه‌ها این جمله کتاب خیلی اهمیت داره، به ویژه شکلش. ببینید چه نکات مهمی رو گفت. گفت شیب غلظت داریم، یعنی از جای زیاد به جای کم، نیاز به کانال پروتئینی داریم، بعد این کانال پروتئینی رو گفت پروتئین دچار تغییر شکل میشه، تغییر شکل میشه. یه نکته دیگه ای هم که اشاره کرد شبیه سازیش کرد مثل انتقال یون. تو کتاب 11 هم تو قسمت مربوط به دستگاه عصبی میخونیم فضای بیرون سلول عصبی رو که بهش میگیم نورون مقدار یونای سدیم خیلی زیاده. سدیم ها دوست دارن از جای زیاد بیان وارد نورون بشن، یعنی از فضای بین یاخته ای وارد غشای سلول من بشن. چون از لای پروتئین ها رد میشه اونجا هم انتشارش تسهیل شده است. اینجا هم مثالی که اومده گفته در رابطه با گلوکوز و آمینو اسید هاست که اگه از داخل سلول های روده بخوان به فضای بین یاخته ای برن انتشار تسهیل شده داره. پس باید به این شبیه سازی ها و این مقایسه ها دقت بکنیم. یعنی من میتونم اول کاری بگم که انتشار تسهیل شده از یه جهت شبیه انتشار ساده است، از اون جهت که شیب غلظت وجود داره. از یه طرف میتونم بگم باهاش فرق میکنه، از این جهت که اون پروتئین داره در حالی که تو انتشار تسهیل شده ما نیاز به پروتئین داریم، ولی تو انتشار ساده نیاز به پروتئین نداریم. از طرف دیگه باید به این دقت بکنیم که شباهت مهم جفتشون اینه که نیازی به مصرف انرژی ندارن. دقت کنید لطفا. گفتیم به عنوان مثال خروج گلوکوز و اغلب آمینو اسیده. بچه ها به غیرش دقت بکنید. از سلول‌های روده به مایع بین سلولی. گفتیم تو گفتار 3 همین فصل خواهیم دید
که مولکول های گلوکوز که در مواد غذایی درون روده وجود دارن با انتقال فعال وارد سلول پوششی روده میشن. سپس گلوکوز با انتشار تسهیل شده وارد فضای بین سلولی میشه. بیشتر آمینو اسید ها نیز با همین روش جذب میشن. بچه ها دقت کنین، حتما بهش میرسیم. بعد از اینکه گوارش مکانیکی و گوارش شیمیایی اتفاق میفته تو دستگاه گوارشمون، جذب مواد رو داریم. یعنی تو فضای 12 همون، یعنی اون قسمت ابتدایی روده باریکمون، گلوکوز و آمینو اسید با انتقال فعال که میخوام در موردش حرف بزنم با مصرف انرژی جذب میشه. ولی همین گلوکوز، همین آمینو اسیدی که وارد سلول روده شدن و با مصرف انرژی، حالا اگه بخواد از سلولای روده خارج بشه با انتشار تسهیل شده است. انتشار تسهیل شده هم شکلش رو دیدیم، یعنی نیاز به پروتئین و وجود شیب غلظت. اسلاید بعدو ببینیم. گفتیم پروتئین های کانالی، غلظت مواد در خارج یاخته زیاد و غلظت اون در داخل یاخته کمه. شکل دقت بکنین، شکل کتابمونه. فضای خارج از سلول تحت عنوان مایع، در واقع بین سلولی، مایع میان یاخته ای، مقادیر مواد مورد نیازمون بسیار زیاد هست. فرضتون این باشه اون گلوکوزه یا مثلا آمینو اسیده میخواد وارد سلول بشه، نیاز به چی داره؟ به کانالهای پروتئینی داره. یعنی این ماده اومده متصل شده، پروتئین دچار تغییر شکل شده، بعد رهایش پیدا کرده داخل سلول. نیازی هم به مصرف انرژی نیست. ولی اون چیزی که شکل ما داره میگه، اولش اختلاف غلظته که خارج زیاده داخل کم هست. دقت کنین. گفتیم درون غشا نوعی پروتئین انتقال دهنده وجود داره. اگر خاطرتون باشه تو مباحث قبلیمون گفتیم پروتئینایی که تو غشا هستن یا در سطح غشان که میگفتیم یا سطح خارجیه یا سطح داخلیه، یا یه سری پروتئینا چی هستن؟ سراسری هستن. حالا این پروتئینای سراسری میتونن کانال باشن. الان هم دقیقا شما دارین یک پروتئین سراسری رو میبینین که اتصالات محکمی داره تو عرض غشا و نقش یک کانال رو داره. کانال برای چه ماده‌ای؟ برای ماده‌ای که قرار از بیرون وارد سلول بشه. دقت کنین لطفا. ببینین، گفتیم پروتئین انتقال دهنده از سمت بیرون که تراکم مواد بالاست با اون ماده ترکیب میشه. دقت کنین، پس ماده من داره متصل میشه به پروتئین، پس ترکیب شده. به خاطر همینه که من اشاره کردم پروتئین کانالی من دچار تغییر شکل میشه. اسلاید بعدو ببینین. گفتیم پروتئینای انتقال دهنده پس از اتصال تغییر شکل میدن و به سمت درون باز میشن. شما اگر دقت بکنیم بعد از این اتصال مادهمون رو داخل سلول رهایش کردیم، یعنی باز این تغییر شکلی که اتفاق افتاده برمیگرده به حالت اولش که دوباره یه ماده دیگه رو وارد سلول بکنه. گفتیم ماده به درون سلول رها میشه. شکل پروتئین پس از آزاد کردن مولکولی در سمتی با غلظت کمتر دوباره به حالت قبلش برمیگرده. همانطور که اتصال مولکول به پروتئین باعث تغییر شکل میشه، جدا شدن اونم موجب تغییر شکل پروتئین میشه. تغییر شکل پروتئینی که انتشار تسهیل شده انجام میده نیازی به مصرف انرژی نداره. پس از این جهت میتونم بگم دقیقا شبیه انتشار ساده است. جفتشون بر اساس شیب غلظت ماده داره از جای زیاد به جای کم میاد. از طرف دیگه ای هم جفتشون نیاز به صرف انرژی ندارن. ولی اختلاف خیلی مهمشون وجود پروتئین در انتشار تسهیل شده است. دقت کنین. گفتیم انتشار تسهیل شده همانند انتشار ساده پس از برقراری تعادل متوقف میشه. بله، اگر خاطرتون باشه تو انتشار ساده یا همون بحث مربوط به اسموز، وقتی که اختلاف غلظت هم کمتر شد دیگه اون تعادله به وجود میاد. گفتیم انتشار تسهیل شده به این ترتیبه که با اینکه پروتئین های کانالی به انتشار تسهیل شده کمک میکنن، ولی این روش غیر فعاله. بچه غیر فعال یعنی مصرف انرژی نداری، چون مواد همسو با شیب غلظت خودشون جابجا میشن. انتشار تسهیل شده با فراهم کردن مسیری کارآمد سرعت انتقال مواد در عرض غشا رو افزایش میده، اما جهت انتشار رو تغییر نمیده. بچه‌ها دقت کنین، سرعت انتشار تسهیل شده چه زمانی باز میتونه بیشتر بشه؟ هر چقدر تعداد این پروتئینامون تو عرض غشا بیشتر بشه،
طبیعتاً مواد میتونن با سرعت بیشتری از جای زیاد به جای کم برن. این نکته خیلی مهمیه. پس اگر بخوایم به صورت خلاصه انتشار تحصیل شده رو جمع‌بندی بکنیم، باید اینجوری بگیم که مادهمون از جای زیاد به جای کم میره، نیاز به پروتئین داره، نیاز به مصرف انرژی نداره. موقعی که مادهمون به پروتئین متصل میشه، پروتئین دچار تغییر شکل میشه و این تغییر شکل دوباره چه زمانی به حالت اولش برمیگرده؟ زمانی که مادهمون رو تو جای کم تراکم رها میکنه. اما انتقال فعال، گفتیم برخی پروتئین های انتقالی میتونن مواد محلول رو برخلاف شیب غلظت از غشای سلول عبور بدن، یعنی آنها را از جایی که غلظت کمتری دارن به جایی که غلظت بیشتری دارن جابجا کنن. بچه‌ها دقیقاً داره برخلاف چی صحبت میکنه؟ انتشار تسهیل شده و انتشار ساده. یعنی ماده من از جای کم داره به جای زیاد میاد، یعنی در جهت شیب غلظت یا خلافش، قطعاً خلافشه، چون ما تو انتشار ساده و تسهیل شده در جهت شیب رو داشتیم، یعنی مادهمون از جای زیاد به جای کم می اومد. ولی تو انتقال فعال ماده داره از جای کم به جای زیاد میاد، مثل زمانی که داریم گلوکوز رو یا آمینو اسیدها رو جذب میکنیم. برای این که جذب اتفاق بیفته نیاز به روند انتقال فعاله. بچه برای انتقال فعال مثل انتشار تسهیل شده نیاز به پروتئینای سراسری داریم، نیاز به مصرف انرژی داریم، در حالی که تو انتشار تسهیل شده و انتشار ساده نیازی به مصرف انرژی نداشتیم. شکل رو با هم ببینیم تو کتاب. اگر دقت بکنیم خارج یاخته مادهمون مقدارش کمه، ولی داخل سلولمون مقدارش خیلی زیاده. من میخوام چیکار کنم؟ بر اساس نیاز به فراخور نیاز سلول مادهمو از جای کم وارد سلول بکنم، باز به کمک چه پروتئینی؟ پروتئینای سراسری. یعنی ماده من اومده اتصال پیدا کرده به پروتئین، پروتئین دچار تغییر شکل شده، جلوتر میگم حتما نیاز به مصرف انرژیه که در واقع این ماده رو من از جای کم وارد سلول بکنم. دقت کنین تو اسلاید بعدی. گفتیم انتشار ساده و تسهیل شده مقادیر کافی از برخی مواد رو از غشا عبور میدن، اما در برخی موارد این فرایندها پاسخگوی نیازهای سلول نخواهند بود. در اغلب موارد سلول نیاز داره که مواد حل شده رو برخلاف شیبشون انتقال بده. سلول به بسیاری از موارد با غلظتی بیشتر از بیرون سلول نیاز داره. دقت کردین چقدر نکتهش مهم بود؟ یعنی درسته که ما داخل سلول از اون ماده به مقدار زیاد داریم، ولی میخوایم زیادتر باشه. خب این زیادتر شدنش مستلزم اینه که این ماده رو از جایی که کم هست با صرف انرژی وارد سلول بکنیم. دقت کنین؟ گفتیم سازوکارهای انتقال فعال با واسطه پروتئین‌های ناقل اتفاق میفته. یه پروتئینی داشتیم کانالی بود تو انتشار تسهیل شده، اینجا داریم میگیم پروتئین های ناقل، یا بعدها لفظ دیگه ای هم که براش خیلی رایج هست پروتئین های تحت عنوان پمپ ازش یاد میکنن. دقت کنین، میگه این مولکول ها رو از عرض غشا عبور میدن به دلیل اینکه در انتقال فعال لازم است مولکول ها برخلاف شیب غلظت از ناحیه‌ای با تراکم کمتر به ناحیه‌ای با تراکم بیشتر پمپ بشن. انتقال فعال با یک منبع انرژی مانند مولکول ویژه‌ای از جمله ATP همراه است. بچه ها دقت کردین؟ یعنی من مادهمو میخوام از جای کم به زیاد بیارم، نیاز به پروتئین دارم، نیاز به انرژی دارم. خب رایج ترین مولکولی که واسه ما انرژی ایجاد میکنه، دقت کردین، رایج ترین آدنوزین تریفوسفاته. ما مولکولای انرژیزای دیگه هم تو سلول داریم، ولی اونی که توی سلول خیلی رایج هست آدنوزین تریفوسفاته که حتما در رابطه با ساختمانش صحبت میکنیم. پس انتقال فعال چی شد؟ انتقال ماده از جای کم به جای زیاد با کمک پروتئین سراسری، پروتئین سراسریمون هم پمپه، با مصرف انرژی. انرژی زیستیمون چیه؟ رایج ترین مولکول. رایج ترین مولکول چیه؟ ATPه.